من باید بگم که در 1298 به دنیا آمدم در تهران، چهارراه کنت، لاله‌زار فعلی. جوون بودم، بچه بودم، با پدر مادرم به سوریه رفتیم. پدرم کنسول بود و از اونجا شروع میشه. با همین آلبوم ورق میزنیم. من هم در یک فامیل متوسط به دنیا اومدم. در زندگیم، در بچگیم خوشوقت بودم. یک کانون خانوادگی گرمی داشتیم. پدر، مادر، من، برادرم، دوستانمون. منم نبود، روزگار خوبی بود. زبان فرانسه، عربی، فارسی در دامان مادرم اینجا رو یاد میگرفتیم. خانواده بسیار کوچیکی، گرم، با اشکالات یه خانواده متوسط. پدرم هم آدم بسیار قوی بود، ولی خیلی هم از لحاظ زندگی مواظب بچه‌هاش بود و خیلی دقیق بود. بدیهی است، پدرم که مرد ما بچه بودیم و مادرم ما رو بزرگ کرد. چند سالتون بود؟ 14 سالم بود من، ولی مادرم ما رو بزرگ کرد و خوب بزرگ کرد، ازش ممنون هستم. وقتی پدرم مرد در یه شهر غریبه بود و تصمیم گرفت که ما رو در همون راهی که میخواست بزرگ کنه. کمر همت رو بست و یک زن در یه شهر غریبه کار کرد و ما رو بزرگ کرد. و خب بزرگ شدیم، تحصیل کردیم. بدیهی است، تحصیل کردیم ولی کارم کردیم، چون امکان مالی نداشتیم که بتوانیم با درآمدی تحصیل کنیم. من به خارج رفتم، جنگ شد، اونجا موندم، بعدم برگشتم به ایران. در 1322 وارد خدمت نظام شدم، دانشگاه افسری، بعدم افسر شدم. خب بدم نبود، خیلی بهم خوش گذشت. خیال میکنم که هر فرد ایرانی که وظیفه مقدس نظام رو انجام بده کار خوبی کرده، چون با مردم آشنا میشه، با ایرانیان آشنا میشه، با هموطنانش آشنا میشه و یه غروری پیدا میکنه. این اونیفرمی که آدم میپوشه، نمیدونم، یک نوع قدرتی به انسان میده. دانشکده افسری، شاگردی خیلی برجسته‌ای نبودم، ولی خب بدم نبودم. حتی از دست شاهنشاه اون روز یک جایزه گرفتم. این عکسو که می‌بینید موقعی است که شاهنشاه من جایزه داده. ولی هیچ من خودم فکر نمی‌کردم که 25 سال بعدش چنین عکسی باشه که نخست وزیر شاهنشاه گزارشی یا عرضی پیشگاه شاهنشاه میکنه. بنده اگر گل ارکیده میذارم، چون از گل خوشم میاد، از جوونیم همیشه حسینم گلی بود. پیپ از سن 16 سالگی پیپ میکشم. عصا بعد از اون تصادف اتومبیلی که داشتم اجبارم باسی عصا دستم باشه، که گاهی این زانوم باعث اشکال میشه. ولی خب پیپ و ارکیده و عصا برای کاریکاتورا مهمه. بعدم نمیاد اینا از این استفاده کنن و برای من یک فرم به خصوصی در کاریکاتورا پیدا کنن.
خودمو از مردم جدا نمیدونم. من از مردم آمدم، با مردم زندگی میکنم، دوستشون دارم، با دردشون احساس غم میکنم، با خوشبختیشون احساس خوشی میکنم، دست به دست هم میدیم تا قدم برداریم، این مملکت به طرف توسعه بره، به طرف تمدن بزرگ بره، نظامندی شاهنشاه به دست بیاریم. امیر عباس هویدا از نخست وزیران و شخصیت‌های سیاسی ایران است که در ارتباط با مردم بسیار موفق بود. او که بیش از هر نخست وزیری در تاریخ مشروطیت ایران ریاست دولت را عهده‌دار بوده است، در 12 سال و 6 ماه و 12 روز نخست وزیری خود شاهد پیشرفت‌های عظیمی بود که ایران عزیز به فرماندهی شاهنشاه به آن رسید. 3 برنامه عمرانی که در دوران نخست وزیری او به اجرا درآمد، هر کدام سطح زندگی و درآمد عمومی مردم را به نحو بی سابقه ای بالا برد. در همین 13 سال که شروع آن تنها 2 سال پس از آغاز انقلاب شاه و ملت بود، ملت ایران زیر فرماندهی عالی رهبر انقلاب به بسیاری از آرزوهای دیرینه خود رسید و از کشوری کشاورزی آن هم سنتی به یک کشور پیشرفته صنعتی جهان بدل شد و در صف 15 کشور بزرگ دنیا در نیمه دوم قرن 20. 13 لایحه بودجه‌ای که هویدا به مجلس برد، هر کدام بیش از دیگری رفاه و پیشرفت برای ایران به ارمغان آورد. آخرین آنها رقمی در حدود 3500 میلیارد ریال داشت. اون نخستین بودجه سالانه برنامه‌ای کشور و نخستین بودجه‌های متوازن را به مجلس برد. توسعه صنایع، گسترش راه‌ها، ایجاد 10 ها سد و نیروگاه، تأسیس 4 پالایشگاه بزرگ، آغاز دوران پتروشیمی مدرن، توسعه خطوط ارتباط دریایی و هوایی، تأسیس 9 وزارتخانه جدید متناسب با گسترش کارها در ایران، اجرای 2 مرحله اصلاحات ارضی و پایان رساندن آن، توسعه آموزش عالی از نظر کمی و کیفی به طوری که دانشگاه‌ها و مدارس عالی از 20 واحد به 237 واحد رسیدند و دانشجویان از 30,000 به 180,000 قسمتی از پیشرفت‌های در دوران ریاست دولت هویدا بود. درآمد سرانه ایرانیان که در 17 سال پیش کمتر از 120 دلار بود، در این 13 سال به 2000 دلار رسید و ایران وارد جرگه چند کشور دارای درآمد سرانه بالا شد. هویدا در مدت نخست وزیری یک رکورد دیگر نیز به جا گذاشت و آن در زمینه سیاست خارجی بود. او که پیش از نخست وزیری در وزارت خارجه خدمت کرده بود، توانست بارها و بارها میهمان رسمی کشورهای مختلف جهان و سخنگوی ایران بزرگ باشد و هم در کشور خودمان رئیسان دولت بیشتر کشورهای جهان را میزبان. فرمان 11 اصل از اصول 17 گانه انقلاب شاه و ملت در دوران نخست وزیری امیر عباس هویدا و خطاب به او از سوی شاهنشاهمان صادر شد و تهیه قوانین مربوط به این اصول و اجرای آن از افتخارات دوران 4603 روزه نخست وزیری مردی بود که در 7 بهمن 2523 وارد کاخ نخست وزیری شد و دیروز به فرمان شاهنشاه برای خدمت در سنگری دیگر رفت. در این فاصله 91 شخصیت را به عنوان وزیر کابینه پیشگاه شاهنشاه آریامهر معرفی کرد. 4 تن از اولین آنان تا دیروز با او بودند. هویدا، مردی که وقتی برای نخست بار در سال 2522 وارد کابینه حسن علی منصور شد، کمتر کسی او را می شناخت، از امروز در حالی به وزارت دربار شاهنشاهی منصوب شده که برای همه ایرانیان به عنوان یک خدمتگزار صادق شاهنشاه و ایران عزیز و سرباز انقلاب شاه و ملت نامی آشناست.